سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک برنامه ویژه دیگر از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. بانو آرزو نورستانی خانم فرامرز تمنا در تازه ترین سخنانش گفته است که زندگیش سقوط کرده و کاخ آرزوهایش به هم ریخته است. هر قدر که به هر جای میرم اصلا لذت نمیبرم. وی آرزو کرده است که یک روزی سیاوش فرزند آقای تمنا که از بانو همیرا قادری خانم اول آقای تمنا می باشد به آنها بپیوندد. سیاوش جانم به امریکا هست و امیدوار هستیم که یک وقت با ما بپیوندد. جزئیات این موضوع چیست؟ چرا و کدام عامل آرزو نورستانی را ناراحت کرده و زندگی خانوادگی، کاری و برنامه های آنان چگونه است؟ اگر می خواهید تا از جزئیات این موضوع آگاه شوید، پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید. اما قبل از آن و جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. آرزو نورستانی در تازه ترین سخنانش از سقوط زندگیش سخن گفته و افزوده است که سقوط جمهوریت باعث سقوط زندگی او و زنان مانند او شده و کاخ آرزوهای آنان فرو پاشیدند. وطنان عزیز، رئیس جمهور پیشین افغانستان، افغانستان ترک کرد. سقوط افغانستان میفهمید که سقوط یک نظام نبود، برای هر فرد افغانستان سقوط زندگی ها بود و کاخ آرزوهای هر فرد از جامعه ما متاسفانه فرو پاشید. و این مهاجرت را بدترین پدیده در زندگیش تعریف کرده و گفته است که بر اساس مجبوری افغانستان را ترک کرده و به کانادا پناه برده است. بانوی دوم آقای فرامرز تمنا علاوه کرده است که زندگی در کشورهای غربی با زندگی در افغانستان تفاوت دارد و این موضوع نیز باعث ایجاد مشکلات می گردد و بخصوص دوری از افغانستان خاطره های خلق شده در کشور، دوستان و فامیل هایی که سالها با آنها زندگی کرده ایم درده های است که همیشه با انسان همراه می باشد. دوست دارم این وطن را، لانه و ایرانی را، خانه ده خانه را. بانو آرزو نورستانی علاوه کرده است که شهر اوتاوا که او و شوهرش در آن زندگی می کند یک شهر زیبا و قشنگ است، ولی آن حس مالکیت را که نسبت به افغانستان، نورستان و تک تک ولایت های کشور داریم در اینجا نداریم و به همین جهت خیلی برایم جالب و لذت بخش نبوده و لذت نمی برم. هرچند اوتاوا زیبا هست، آباد هست، اما ما اون حس مالکیت را که بر نورستان و افغانستان داریم، این حس مالکیت وجود نداره. هر قدر که به هر جای میرم اصلا لذت نمی برم. فرامرز تمنا هم از دلتنگی هایش برای وطن سخن گفته و گفته است که وطن برای آدم مانند عینک و آینه است که به وسیله آن به جهان نگاه می کند و خود را نیز در آن می بینید. وی افزوده است که پشت سنگ وطن دق شده و بخصوص برای دوستانش بسیار دلتنگ شده است. پشت سنگ وطن هم دق میشه و همچنین در بزرگی دوستای خود زیاد دلتنگ میشه. آقای تمنا هم گفته است که با وجود دوری از وطن، اما همکنون باز هم به کارهای دانشگاهیش ادامه داده و همکنون در کانادا به عنوان محقق در دانشگاه اوتاوا و همچنین به عنوان دانشجوی فوق دکترا در این دانشگاه کار کرده و درس میخواند. آرزو نورستانی هم گفته است که آرام ننشسته و به تازگی درسهای دکترای خودش را تمام کرده و در مرحله دفاع از پایان نامهش می باشد. آنان افزودند که برای تک تک ساعت و دقایقشان برنامه دارند و می کشند تا از هر دقیقه و ساعت برای پیشرفت علمی و شخصیتیشان استفاده نمایند. آرزو نورستانی و فرامرز تمنا گفتند که دارای 3 فرزند می باشند که افراسیاب 7 ساله بوده و همکنون شاگرد صنف دوم مکتب می باشد. آنان افزودند که فرزند دومشان جونیا نام دارد و همکنون کودکستان می رود و همچنین یک کودک 9 ماهه هم دارند. بانو آرزو نورستانی در مورد سیاوش
فرزند دیگر آقای تمنا که از دکتر حمیرا قادری می باشد سخن گفته و گفته است که وی نیز گاه گاه به کانادا می آید و از برادران و خواهرش سر می زند و آرزو کرده است که روزی به آنها بپیوندد. ایمان جان به کودکستان می رو تفلک کوچک ما است. یواش جانم به امریکا است و هر از گاهی می آید به دیدن خواهر و برادرای خود و امیدوار هستیم که یک وقت با ما بپیوندند. آقای تمنا گفته است که مهمترین نشانه یک خانواده موفق وجود آرامش در درون خانواده و داشتن فرزندان نیک است. وی افزوده است که آن عده از خانواده هایی که آرامش دارن، فرزندان خوب دارن و برای تک تکشان برنامه های برای پیشرفت دارن، خانواده های خوب و موفق می باشن. فرامرز تمنا وضعیت کنونی افغانستان را پیچیده خوانده و افغانستان را پروژه ناتمام انگلیس، شوروی و ناتو خوانده است. وی افزوده است که تا کنون کشورهای مختلف به افغانستان رفتن و هر کدام پروژه هایشان را ناتمام گذاشته و افغانستان را ترک کردن. در تحقیقات ما به این نتیجه رسیدند که افغانستان یک پروژه ناتمام قدرت های جهانی بوده و هست. وی افزوده است که 20 سال جمهوریت در افغانستان دوره زیبایی بود، ولی همکنون تاریخ دوباره به دور اول طالبان برگشته و وضعیت معلوم نیست که دقیقاً به کدام مسیر پیش می رود. آقای تمنا در مورد اشرف غنی نیز و افشاگری های دست زده و گفته است که وی پول های استخباراتی زیادی را در بخش انتخابات مصرف کرده و به ادعای وی تنها در انتخابات اخیرش 286 میلیون دلار را مصرف کرده بود، تا اینکه سرانجام توانسته بود که به قدرت سیاسی در افغانستان تکیه بزند. تیم آقای غنی 286 میلیون دلار مصرف کرده بودند. تیم بله. تیمای دیگه 78 میلیون دلار و کمترین تیمی که رقیب ما بود 12 میلیون دلار مصرف کرد. وای در مورد پیشرفت کشورها هم گفته است که خوب است تا به جای اینکه یک دفعه و به صورت پوکانه‌ای پیشرفت کند، آرام و به تدریج پیشرفت کند. زیرا به گفته آقای تمنا این نوع پیشرفت عمر بیشتر و ماندگاری بیشتر خواهد داشت. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، الله نگهدار.